با اون آرامشی که داشتن وقتی هر کس میدیدشون همیشه آروم میشد و همه چیز رو فراموش میکردی. یه خاطره قشنگ همیشه اولین برخوردشون با من هر وقت من میدیدن به من گفتن نوجا من کی بزرگ میشم اندازه تو بشم. یکی از تأثیراتی که شاید کسی زیاد مطلع نباشه، یکی از سازندگان خوب ستاره ایران در شمال کالیفرنیا زندگی میکنن، استاد ناصر شیرازی هستن که ایشون از شاگردان آقای زلفانون بودن در اینجا و به تشویق ایشون میرن سازسازی رو آغاز میکنن که منجر میشه که آقای ناصر شیرازی اولین متد روش ساختن ستار رو تألیف بکنن که من تا اونجا که میدونستم در ایران بودم اکثر سازندگان ستار از روی اون کتاب و نقشه ها و الگوهای اون کتاب داشتن کار می‌کردن. یعنی به واسطه استاد محمود زلفانون یک نفر میاد سازنده میشه و بعد اون چقدر تاثیرگذار میشه و کارش فراگیر میشه در ایران. جاشون خیلی خالیه، مثلا تو آموزشگاه ما همه برنامه ها سعی میکنیم از اولین برنامه ایشون اومدن صحبت کردن ولی ما خیلی انرژی دادن. حالا بعد میریم با هم دیگه سازی که وقتی آموزشگاه من تأسیس کردم گفتن که اینجا هدیه میخوام بدم به آموزشگاه شیراز یه سازی رو. مزراباش هم هنوز اینجا رو سرش گذاشتن و دست ساخت خودشونه. ولی جالب بود اینجا هم تهش با فارسی نوشتن به نام تار بیس. من سازساز نیستم. این ساز نیست. سازهای در ایران ساخته میشه که اصلا هوش از سر آدم میره. من ساز نمیسازم. ولی خوب یک علاقه قدیمی هست چون پدرمون میساخت و ضمناً با کار چوبکاری سر و کار داشتیم. تو مدرسه معلم منبتکاری داشتیم. اینه که من اصلا از چوبکاری خیلی خوشم میاد. خب خیلی خوش آمدین، تشکر از اینکه تشریف آوردین که یک دو کلمه هم من راجع به استاد زلفانون صحبت بکنم و همچنین سپاس بگم فارغ التحصیلان دانشگاه استنفورد، فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه استنفورد رو که این بزرگداشت رو دارن برنامه‌ریزی میکنن که بگیرن بر استاد. خاطراتی که من از استاد زلفانون دارم از سالهایی است که من در امریکا کنسرت داشتم، ایشون رو از نزدیک زیارت کردم. از سال 45-46 هم که من تهران اومدم برای کار همکاری با رادیو تلویزیون، ایشون دیگه با برنامه گلها برنامه ای رو به اصطلاح همکاری نداشتم و جسد گریخته خبرهایشون داشتم از گوشه کنار، اما که در رادیو شما نمیدیدم شد. در اینجا استاد خب همونطور که همه میدونن هم تدریس میکردن هم به هنرمندانی که میامدن کمک میکردن در برگزاری کنسرت ها و شرکت های شرکت داشتن خودشون و بخشی از اوقات بیکاریشون هم روی سازسازی میذاشتن و ذوقشون روی سازسازی هم بود و هر بارم که من می آمدم شمال کالیفرنیا همیشه میهمانشون بودم و خونهشون می رفتم و سرکار خانم ممنوعیت محبت می گردن و همیشه ایشون اون مهر پدرانش رو نسبت به مهماناش نسبت به هنرمندان داشت و همه رو تشویق می کرد. تأسفه که استاد زلفانون دیگه در بین ما نیست، اما به هر حال خاطرش با ما هست و کارهایی که کرده تأثیراتی گذاشته پا بر جا خواهد موند و همیشه اون هنرش، اون زحماتی که کشید، اون پدری که نسبت به هنرمندان و موسیقی کرد تأثیراتش بعدشون باقی خواهد بود
و هنرمند هرگز نمی میره، جسمش میره اما هنرش در این مردم همیشه هست و یادش جاودانه.